درود بر شما. سرخط خبرها. تأکید معاون اداری ریاست الوزراء بر تسریع کمک‌های بشری به افغانستان. عبدالسلام حنفی در دیدار با معاون سیاسی یونما از این نهاد خواست که با افغانستان همکاری کنند. تعامل با طالبان چی از سوی نهادهای بین‌المللی باشد، چی از سوی نمایندگان کشورهای مختلف باشد، فقط به نفع طالبان است. تأکید سرپرست وزارت مهاجرین بر همکاری جهان با مهاجران افغان. خلیل رحمان حقانی از جهان خواست که در زمینه کمک با مهاجران افغان همکاری جدی کنند. ای که سرپرست وزارت عادت مهاجران همراه نماینده های قطری دیدار کرده و در راستای همکاری و کمک های بشردوستانه به بیگانه‌شدگان داخلی افغانستان و کسایی که از بیرون از افغانستان به شکل جبری او اخراج میشن. سفر سرپرست وزارت داخله به پکتیا. سراج الدین حقانی بر حل مشکل باشندگان این ولایت تأکید کرد. اصلی حقیقی افغانان چکم دی اسلامی مفکوره لری، ملی مفکوره لری، اخلای سرفی ورطاگر را تون برد چون را دخمانه بده این متاسف منز و تأکید پوتین بر افزایش توان نظامی آن کشور. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون جهانی یک خوش آمدید. امروز جمعه 30 سنبله سال 1403 هجری خورشیدی که مصادف میشه به 20 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. مشروع خبر با من حامد یوسف زاد. ریاست الوزرای امارات اسلامی از علمای کشور خواسته که به منظور جلوگیری از ایجاد شک و ناراحتی روانی در میان مردم از بحث در مورد موضوعات اختلافی در رسانه ها و مکانهای عام خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی با نشر آگهی نامه ای از عالمان کشور خواسته که از بیان مسائلی که مردم درک کافی از آنها ندارند پرهیز کنند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء با معاون سیاسی یونما در کابل دیدار کرد. ارک در خبرنامه نوشته که معاون اداری ریاست الوزراء با اندریکا راتوتا معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده است. عبدالسلام حنفی خواهان همکاری این سازمان و دیگر نهادهای امدادرسان برای ایجاد زمینه‌های شغلی بدیل کشت کوکنار و جلوگیری از مهاجرت شهروندان کشور شده است. جزئیات بیشتر با سید اسماعیل سادات. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با مرد فلقاشوتی کاردار سفارت قطر در کابل دیدار کرده است. این وزارت در صفحه اکسش نوشته که در این دیدار دو طرف درباره ارائه کمک ها به مهاجران و بیجا شدگان داخلی در بخش های سرپناه، صحت، آموزش و موارد دیگر گفتگو کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نوشته که کاردار سفارت قطر در این دیدار از تلاش بیشتر قطر برای جلب و ارائه کمک‌های بشردوستانه در بخش مهاجران در افغانستان اطمینان داده است. برخی از آگاهان سیاسی میگویند که در کنار کمک‌های بشردوستانه کشورهای خارجی به افغانستان، حکومت سرپرست کشور باید برنامه‌های طولانی مدت به منظور حل مشکلات مهاجران برگشته و بیجا شدگان داخلی روی دست بگیرد. ای که سرپرست وزارت عادت مهاجران همراه نماینده های قطری دیدار کرده و در راستای همکاری و کمک های بشردوستانه به بیجا شدگان داخلی افغانستان و کسایی که از بیرون از افغانستان به شکل جبری او اخراج میشن صحبت کردند و وعده همکاری در یافت کردن گام های مثبتی هست. در پهلویش مکلفیت های حکومت هم هست که در این راستا همکاری ها داشته باشه و در راستای همیاری با مردم پلان های بلند مدت داشته باشند. هر نوع دید و بازدیدی که از طرف مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان با سفرای ممالک بیرونی یا کارمندان ادارات مختلف آن ممالک علل خصوص مملکت های اسلامی می تواند در تحکیم روابط بعدی امارت اسلامی با ممالک مذکور یک نویدی باشد. این در حال است که پیش از این افغان‌های تازه برگشته و آسیب دیده از رویدادهای طبیعی اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان گفته بودند که در شرایط دشوار زیر خیمه‌ها به سر می‌برند و فرا رسیدن فصل سرما به نگرانی‌های آنان افزوده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان
در آگهی نامه ازدیدال خلیل رحمان حقانی سرپرست این وزارت با مردوف القاشودی کاردار سفارت قطر برای افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده که در این دیدار دو طرف بر سر دشواری های مهاجران، بیجا شدگان داخلی، بهداشت، آموزش در افغانستان گفتگو کردند. گزارش از همکارم مشعل ایوبی. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با مرد فلقاشوتی کاردار سفارت قطر در کابل دیدار کرده است. این وزارت در صفحه اکسش نوشته که در این دیدار دو طرف درباره ارائه کمک ها به مهاجران و بیجا شدگان داخلی در بخش های سرپناه، صحت، آموزش و موارد دیگر گفتگو کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نوشته که کاردار سفارت قطر در این دیدار از تلاش بیشتر قطر برای جلب و ارائه کمک‌های بشردوستانه در بخش مهاجران در افغانستان اطمینان داده است. برخی از آگاهان سیاسی میگویند که در کنار کمک‌های بشردوستانه کشورهای خارجی به افغانستان، حکومت سرپرست کشور باید برنامه‌های طولانی مدت به منظور حل مشکلات مهاجران برگشته و بیجا شدگان داخلی روی دست بگیرد. ای که سرپرست وزارت عودت مهاجران همراه نماینده های قطری دیدار کرده و در راستای همکاری و کمک های بشردوستانه به بیجا شدگان داخلی افغانستان و کسایی که از بیرون از افغانستان به شکل جبری او اخراج میشن صحبت کردند و وعده همکاری در یافت کردن گام های مثبتی هست. در پهلویش مکلفیت های حکومت هم هست که در این راستا همکاری ها داشته باشه و در راستای همیاری با مردم پلان های بلند مدت داشته باشند. هر نوع دید و بازدیدی که از طرف مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان با سفرای ممالک بیرونی یا کارمندان ادارات مختلف آن ممالک علل خصوص مملکت های اسلامی می تواند در تحکیم روابط بعدی امارت اسلامی با ممالک مذکور یک نویدی باشد. این در حال است که پیش از این افغان‌های تازه برگشته و آسیب دیده از رویدادهای طبیعی اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان گفته بودند که در شرایط دشوار زیر خیمه‌ها به سر می‌برند و فرارسیدن فصل سرما به نگرانی‌های آنان افزوده است. ریاست عمومی پاسپورت در دو روز برای 30,000 متقاضی پاسپورت توزیع کرد. معاون ریاست پاسپورت میگوید که طی دو روز به سین 30,000 جلد پاسپورت برای متقاضیان توزیع کردند. با گفته آنها این نخستین بار است که این ریاست روزانه 15,000 پاسپورت صادر کرده است. در همین حال برخی از آگاهان مهاجرت و سیاست میگویند که جوانان سرمایه های اصلی کشور بوده و امارت اسلامی زمینی کار را برای آنها فراهم سازد تا مجبور به ترک وطن نگردند. جزئیات بیشتر این گزارش از احمدشاه غفاری. ریاست عمومی پاسپورت در اطلاعیه‌ای نوشته است که برای نخستین بار در تاریخ افغانستان روزانه 15,000 پاسپورت صادر شده است. این ریاست توزیع 30,000 پاسپورت را گام به سوی ظرفیت سازی حکومت امارت اسلامی خوانده است. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم سازند تا شهروندان مجبور به ترک کشور نشوند. بزرگترین سرمایه یک کشور جوانان است. اونا بهتر از معدن هاست، بهتر از تمام چیزی که در کشور وجود داره جوانان است. پس امارت اسلامی افغانستان زمینه کار بر از اونا مساعد بسازد تا از فرار از اونا ما جلوگیری بکنیم. از سوی هم برخی از آگاهان مهاجرت دریافت پاسپورت را شرایط بد اقتصادی و صحی عنوان کرده و از امارت اسلامی میخواهند تا در این زمینه توجه جدی نمایند. نبود فرصت های شغلی و کاری در افغانستان است. دلیل دیگه اقتصاد ضعیف و همچنان عدم آرامش روحی و روانی است که متاسفانه در اکثریت ساحات افغانستان، ولایت افغانستان، حتی در شهر کابل ما از نبود امنیت روحی و روانی متضرر هستیم. از اون لحاظ شهروندان بیشتر تقاضایی را دارند که به بیرون از افغانستان برن و زندگی خود را در بیرون از افغانستان تامین بکنند. امارت اسلامی افغانستان باید اقدامات فوری بتواند حل مشکل وضعیت اقتصادی افغانستان و دینا در دستور کار قرار بگیرند. باید اون کابینه اقتصادی را محور اساسی مشکلات اقتصادی در کشور که نیاز مردم است، باید ایجاد اشتغال، ایجاد زیرساخت های لازم در کشور تا اون نگرانی های مردم کمتر شود و اون انگیزه ها بیشتر برای ماندن در این کشور صورت بگیرد.
این در حال است که در اواسط ماه اسد سال جاری سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده بود از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. این سازمان میگوید از این میان 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85 درصد دیگر به کشورهای همسایه رفتند. مشکلات بد اقتصادی، درمان و دیدار با خانواده ها به کشورهای ایران و پاکستان از عوامل مهاجرت افغان ها گفته شده است. شهرداری گردیز به هزینه نزدیک به 2 میلیون افغانی کار بازسازی نوسازی چهارراه مرکزی گردیز را آغاز کرد. مسئولان این ولایت هدف از این اقدام را زیباسازی شهر و بازار گردیز مرکز ولایت پکتیا گفتند. همکارم سعدالدین حکیمی با جزئیات بیشتر. با سلسله فعالیت های شهری این بار ریاست شهرداری گردیز کار نوسازی چهارراه مرکزی شهر گردیز را آغاز کرده است. گفته می شود هزینه این نمای جدید که برای این چهارراه بند نظر بوده نزدیک به 2 میلیون افغانی از سوی سرپرست وزیر امور داخلی کشور پرداخته می شود. منار شده ده بلوک بانکیگی پسر باند باید اسلامی امارات لوی لوگوی پده که به نور سرسبزی همشته ده تقریبا 2 میلیون افغانی ورباند رازی او د لګښت چارې د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو سرفرس وزیر الحاج خلیفہ صاحب سراج الدین حقانی په شخصي لګښت باندې به دا رغول کیږي. باشندگان پکتیا از اقدامهای ریاست شهرداری گردیز استقبال کرده و آن را در عرصه زیباسازی شهر و بازار مهم میدانند. اوس یو امید سړی ته پیدا کېږي چې رښتیا محقم دا ښار ده د ښار په څېر ده او که چېرته داسې مرکزي چوک دا هم د هغه مارکیټو په شان باندې اساسي ورغول سي داسې نه چې خاورې د ملت په سترګو کې هم واچوي او د خلکو په سترګو کې هم دا باید اساسي ورغول سي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې ډېر زیات کارونه شروع کړي دي چې خره مونه تاسو دغه د وینې سي موږ مرکزي چوک د هغه مارکیټونه دي او دا ښار کولا کې ډیر زیات مهم ارزښت لري ځکه دا موږ د ښار زړه ده. در همین حال مسئولان شهرداری گردیز درباره فعالیت ها و برنامه هایی که در آینده روی دست دارند چنین میگوید. او نور په گردیز کار کې لکه سید کرم لاین سرک شده پغه باندې باندې سبا کې کار شروع کیږي. په بازار کې مختلف سرکونو باندې اراده مشته ده. البته بعضی د استملاک موضوعان چې دی هغه د مخکار لګ تکنه کړی ده. به گفته ای مسئولان شهرداری گردیز این نهاد پس از حاکمیت دوباره امارات اسلامی فعالیت های گسترده را در زمینه بازسازی شهر انجام داده است. نورستان غربی برای نخستین بار با ساخت یک سرک به درازای 42 کیلومتر به نورستان مرکزی و شرقی وصل شد. این در حال است که پیش از این باشندگان نورستان غربی با عبور از ولایت‌های لغمان، ننگرهار و کنر به نورستان مرکزی می‌رسیدند. جزئیات بیشتر با فلورانس احمدی. نورستان غربی برای اولین بار با ساخت یک سرک به درازای 42 کیلومتر به نورستان مرکزی و شرقی وصل شد که پیش از این باشندگان نورستان غربی با گذشتن از ولایت‌های لغمان، ننگرهار و کنر به نورستان مرکزی می‌رسیدند. زین العابدین عابد، والی نورستان که در مراسم گشایش این سرک اشتراک کرده است، گفته است که این سرک به حمایت مالی سازمان جهانی غذا، نهادهای خیریه و مردم این ولایت ساخته شده است. نن خوشبختانه چه دی غربی نورستان سرک تقریبا مرکزی نورستان سر وصل شو چه 2.5 کیلومتر سرک ده او تقریبا دی مؤسساتو او دی قومونو په همکاری باندې دا جوړ شو او نن غټي اخستنه ته وسپارل شو. از سوی دیگر باشندگان نورستان غربی از حمایت سازمان‌های همکار برای ساخت این سرک و رفع مشکلات باشندگان این ولایت ابراز خرسندی می‌کنند. من با پخوا دیر په تکلیف کیو من با در لمره به لغمان تلو بیا به لغمان ننگرار تلو ننگرار نمه کنور تلو بیا به خپل ولایت در مشکلاتی را چو عمل تا به محله و اوس در فاصله را لند نشون د دری اولسواری اولسونا د مرکزی بارون سره دغه سرک دو وجه نوصل شو من والی صاحب نه نور امنیتی ارگانونو نه او قومی شورا د تین او د کردار د قومی شورا نه من دیر احسان منیو او غواړو چې دا سرک سیلانیانو د پاره یو راحتی لار شي. در همین حال مفتی محمد یوسف جمالزی فرمانده امنیت نورستان به مردم اطمینان می‌دهد که آنان می‌توانند با خیال راحت در این سرک رفت و آمد کنند.
په مجبور کې پټول نورستان کې امنیت د ډاډ وړ دی تر اوسه پورې موږ هم امنیتي ستونزې نه لرو خو البته ان شاء الله موږ د دې لارې لپاره ځانګړي تصامیم نیولې دي موږ به د دې لارې په اوږدو کې دوه امنیتي ټولۍ دا ان شاء الله ځای په ځای کوو د هغه پرسونل به شپې ورځ هم د دغه لارې باندې د تګ راتګ کوونکو سیلانیان دي که عام زموږ د نورستان ولایت ولسونه دي دغه په خدمت کې به وي ان شاء الله. گفتنی است که ولایت نورستان به سه بخش نورستان شرقی، نورستان مرکزی و نورستان غربی تقسیم می شود. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به پکتیا سفر کرده است. آقای حقانی در دیدار با اهالی و بزرگان این ولایت در ولسوالی سعید کرم گفته که برای حل چالش های آنان تلاش می کنند. سعد الدین حکمی با شرح بیشتر. ادامه سفر سرپرست وزارت داخله کشور به ولسوالی سعید کرم پکتیا. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله کشور در دیدار با اهالی و بزرگان پکتیا در ولسوالی سید کرم این ولایت ضمن تاکید بر اتحاد و همبستگی مردم افزود که افغان حقیقی محبت مردم و میهنش را در دل داشته باشد. اصلی حقیقی افغانان چکم دید اسلامی مفکوره داری ملی مفکوره داری اخری سرپی و تغر را کن برد څومره دښمنۍ په دې متاس په منځ کې وي. زه شمال ته لاړم، مشرقي ته لاړم، د جنوبي ولایت کې وګرځېدم، حتی په ډېرو هغه ځایو کې ګرځېدلی ماما ته دا نه محسوسېږي چې موږ دی تر منځ سره تېر شوي وي. با این حال بزرگان و اهالی این ولسوالی از چالش های فراراه مردم این ولسوالی سخن گفته در بخش ساخت سرک گردسپتان، گسترش شبکه برق در تعداد از ولسوالی های پکتیا و همچنان در قسمت ساخت بند آبی مچلغو خواهان توجه جدی مسئولان امارت اسلامی شدند. سید کرم شبخان واقعیت تجربی رو مشکل اسره مخته پسلو کې اتیا دې صد کاري سوې شل په صد کدا کاري ونسي د دې رنګې دوه په حل کې ده د کوشین خلک ټول دې قانون دي ټول دې زراعت خلک دي او دې په لکم بوت سره مخ دي بندو ته واقعن ضرورت لري ځکه څوک چې دی وطن دین د خپل دین ته اسلام سره مینه لري هغه شخص نه مني ولې دې ځوانانو مایسي دې ته باید په پای ټکر کې کودل سي ځوانانو ته باید کار پیدا سي. در همین حال سرپرست وزارت امور داخله کشور از مردم خواست تا در قسمت آبادانی وطن صبر داشته باشند و وعده هایی نیز برای ساخت و تطبیق پروژه های مهم در آن ولایت به مردم داد. دند پتند سرک خبر و اساسی دول بند پخول و جوړول دی پکتیا و دی گردیز مرکز نتلاغ پوری سرحد پوری دی پروان کال که دې منځوري شوی ده د دې بودیجې ورته منځوري شوی ده پیسې لای شوی ده چې کارام بار کده شي دا غلاس او دولاس ورځی کې او دې کار شروع شي. قابل ذکر است که ولایت پکتیا یکی از ولایت‌های جنوب شرقی کشور است که در جریان 20 سال جهاد امارت اسلامی قربانی‌های زیادی را در کنار سایر ولایت کشور متقبل شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که برای کسب پیروزی در جنگ اوکراین مسکو تولید پهپادهای خود را 10 برابر افزایش خواهد داد. و همچنان افزوده است که روسیه در سال جاری میلادی 140 هزار هواپیمای بدون سرنشین از انواع مختلف آن را به نیروهای آن مسلح آن کشور تحویل داده است. در خبر دیگر این که روزنامه پاکستانی دان گفته است که یک پزشک متهم به نشر پست‌های هاوی تهوین به مقدسات در رسانه‌های اجتماعی در ایالت سند پاکستان با ضربه گلوله پلیس کشته شده است. پلیس پاکستان گفته است که مزنون اسلحه داشته و هنگام درگیری با ماموران این نیرو در منطقه عمرکوت کشته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که برای کسب پیروزی در جنگ اوکراین مسکو تولید پهپادهای خود را 10 برابر افزایش خواهد داد. وی همچنان افزوده است که روسیه در سال جاری میلادی 140 هزار هواپیمای بدون سرنشین از انواع مختلف آن را به نیروهای مسلح آن کشور تحویل داده و 1.4 میلیون پهپاد نیز تولید خواهد کرد. از سوی دیگر پوتین افزوده است که هر کسی به اقتضای میدان جنگ سریعتر رسیدگی کند پیروز خواهد شد. این در حالی است که روسیه و اوکراین به گونه گسترده خرید و تولید پهپادها را افزایش دادند.
رشیده طلیب تنها عضو فلسطینی تبار مجلس نمایندگان آمریکا فهرست است اسامی کودکان جان باخته در حملات اسرائیل به غزه را در سابق کنگره ثبت کرده است. وی افزوده است که 14 صفحه اول فهرست 649 صفحه‌ای مجموعه کشته های حملات اسرائیل به غزه کودکان زیر یک سال هستند. گفتنی است که حکومت اسرائیل 710 نوزاد را در جریان جنگ در غزه کشته است. این در حالی است که کمیته سازمان ملل اسرائیل را به نقض معاهده جهانی حمایت از کودکان متهم کرده و گفته است که تلفات کودکان در حملات به غزه از نظر تاریخی تقریبا بی سابقه است. روزنامه پاکستانی دان گفته است که یک پزشک متهم به نشر پست‌های حاوی توهین به مقدسات در رسانه‌های اجتماعی در ایالت سند پاکستان به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. پلیس پاکستان گفته است که مظنون اسلحه داشته و هنگام درگیری با ماموران این نیرو در منطقه عمرکوت کشته شده است. از سوی دیگر شمار از معترضان خشمگین با راه اندازی یک گرد همایی اعتراضی در این شهر خواستار دستگیری این پزشک به دلیل توهین به مقدسات شده بودند. این در حالی است که چند پیش یک مظنون دیگر به اتهام توهین به مقدسات در شهر کویته پاکستان بازداشت و توقیف شده بود. نماینده لبنان در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت گفته است که بر اساس تحقیقات اولیه مقام‌های این کشور مواد منفجره در دستگاه‌های ارتباطی قبل از ورود آنها به لبنان جاسازی شده است. در این نامه آمده است که انفجار در این دستگاه‌ها با ارسال پیام‌های الکترونیک صورت گرفته است. در همین حال نماینده لبنان در سازمان ملل گفته است که اسرائیل مسئول طراحی و انجام این حملات است. این در حالی است که حمله به تجهیزات ارتباطی حزب الله لبنان 37 کشته و بیش از 3000 زخمی بر جای گذاشته و این حمله‌ها بیمارستان‌های لبنان را تحت تاثیر قرار داده و ضربات مرگبار را بر این گروه شبه نظامی وارد کرده است. پایان مجموعه خبری امروز. تا برنامه‌های بعد، خبری و دیدار. خدا نگهدار.